آقا سلام. سلام. تیلبر هستم، مدیر خوابگاه. خیلی خوش آمدید. ممنونم. برم لباس عوض کنم بیام خدمت. بله، منم برم به حجت بگم یه املت درست کنم. حجت، دیشب داروکلا اومده بود بخوابه. بله آقا. آقا داروکلا چی آقا بسه؟ اینجور فیلم های مزخرف هم میبینی اون وقت نتیجهش میشه این دیگه. یه وقت به چهار نفهمن به عنوان نقطه ضعف ازت بگیرن که دمارت در بیارن. چشم آقا، حواسم هست. های امیدوار، این حجت 10 ساله که شب و روز داره اینجا خدمت میکنه. روزا 1000 تا کار داره، شبم میاد این خوابگاه نگهبانی میده. خب اینجا ظلمه در حقش. بعد جوری سرما خوردی یا؟ طبم که داری، باید حتما بری دکتر. فعلا قراره با حجت بریم چند تا خونه برای اجاره ببینیم. خونه کی میخوای بره حجت؟ خونه آقا نظیر، گفته به معلم ها تخفیف میده. اونجا رفتی، چند تا خونه دیگر هم بهشون نشون بده. چشم آقا. اینجا هم خواستیم بمونی، این ما در خدمتیم، ولی با بچه ها موندن واقعا سخته. آقا معلم، سه‌شنبه بازار شهر شلوغ شده. حالا اونطوری که گفتی آقا نظیر رو میشناسی؟ خونش خوبه؟ یکی از بهترین خانه های اینجاست. آقا 3 طبقه برج ساخته رفته اون بالا. 3 طبقه رو که نمیگن برج. برای شما 30 طبقه برجه، برای ما 3 طبقه برجه. من که عاشق خانه شم. انشالله جا به جا شدی دعوت کن بیایم یه صفایی بکنیم. چه صفایی مثلا؟ صفا دیگه، کبابی بخوریم، شهر رو تماشا کنیم. از بابت آقا نظیرم خیالت راحت، خیلی آدم دست به خیریه. هر جا بحث خیر باشه یه پای آقا نظیرم وسطه. حالا چرا علاقه داره خونش رو به معلم ها اجاره بده؟ از من نشیده بگیرید، فکر کنم به خاطر پسرش میسمه. هر چقدر خود آقا نظیر زرنگه، این پسرش گاه. ببخشید. تازه خریدیش؟ چیو؟ ماشینو. چند خریدی؟ مال پدرم. مال خودته، ما چشمون شور نیست. متولده چندی آقا معلم؟ 60ام. منم 60ام. من شهریوریم. شما چه ماهی هستی؟ من زمستونیم. زمستونی؟ من گرمسیرم، شما سردسیری، جسارت نباشه. واقعا منظرش عالیه، خیلی خوشگله. خوشتا نیامد؟ برام اهمیتی نداره، مهم جای گرم و آب گرمه. اینجا جای گرم داره، آب گرم داره، مبله است، همه چی داره، راحتین. سلام. به سلام، آقا میثم پسر آقا نظیر. سلام آقا میثم، خوبی؟ ممنون. اینجا آنتن نمیده اصلا. آقا آنتن ده این پشت، روی این تپه، زیر اون تک درخت خیلی عالیه. من میرم از تو ماشین وسایلت رو میگردم. ممنون. آقا با اجازه تو منم رفت زحمت میکنم. خدا به همراه. آقا میخوایم به مامانم بگم برایتون آش درست کنه؟
میخوام دراز بکشم. باش. یا الله. بفرما. ببخشید بزنگ شدم. اتفاقا خوب شد اومدی. بعد با هم یه قراردادی ببندیم. اولا که قابل شما رو نداره. من این قراردادی که با مستأجر قبلی نوشته بودیم آوردم خدمت شما، خودتان مطلع بفرمایید. خوبه. هر چی لازم دارید به من بگید. اگر من نباشم میثم است، نوکر شماست. آقا است. ما که به وجود شما افتخار میکنیم. مثل یه برادر رو من حساب کنید. هر چیم که لازم دارید بگید. ناراحت میشم اگر رو دربایستی کنید. ممنون. شما به من محبت دارین. من اینجا به من نیستم فریبا. دیروز تا الان هزار تا بلا سرم اومده. من برمیگردم. این بچه بازی ها چیه در میاری ستار؟ خوبه منم اونجا رو دیدم. حیف نیست؟ واقعا لذت نمیبری از طبیعتش؟ من وقتی از اینجا هیچ لذتی نمیبرم چرا باید تحملش کنم؟ نمیتونم الکی ادا در بیارم بگم وای به به چه منظره ای، وای چه زیبا، وای گوسفند، وای گوسفند دیدی؟ همین الان یه عکس بگی برام بفرست. نه مثلا گفتم. من که میدونم تو از اونجا لذت میبری، میدونم داری شوخی میکنی. خیلی هم جدیم. اصلا به من چه، هر کاری که دوست داری بکن، من که دارم تهران. من اصلا برای تو مهم نیستم. چرا حرف توی دهن من میذاری؟ اگه به حرف منه که میگم بمون، اگه به خاطر من میخوای بیای که میگم نیا. فکر کن اصلا رفتی سربازی، برو کتاب بخون، برو عکس بگیر، فیلم بگیر، برای خود سرگرمی درست کن. من اصلا دوست ندارم این بچه ننه ها قهر میکنی. ها من قهر کردم؟ شما هم لازم نیست نصیحتم کنی. اگر پای پاشو بیا اینجا با هم زندگی کنی که بشی سایه بالا سرم، شوهرم. منظورم این نیست. تو بشو سایه بالا سرم. من اگه دستم تو جیبم نره که میشم سایه نشین تو. من باید درس بخونم، تو باید اونجا کار کنی که انشالله در آینده آینده هامون به هم گره بخوره. فیلم پاپیانو دیدی؟ آره. چطور مگه؟ فکر میکنم داستین هافمنم توی اون جزیره. یادت استیو مکوین دل به دریا زد؟ حق داری بخندی. خیال راحته که من توی آب بپر نیستم. بنده به شما ارادت دارم. اگرم تو آب بپری مطمئنم که برای نجات منه. گفت به به چه گل زیبایی است، لایق دست چمن رعنایی است. حیف از این گل ببرد آب او را، کند از منظر نایاب او را. زین سخن عاشق معشوق پرست، جست در آب چو ماهی از شست. دست و پایی زد و گل را برو بود، سوی دلدارش پرتاب. گفت ما که رفتیم بگیر این گل تو، جز برای دل من بوش نکن. عاشق خیش فراموش نکن فریبا خانم. برو پیش دکتر. دکتر؟ دکتر اینجا کجا بود؟ برو یه درمانگاهی، بهداری، چیزی، فکر کردی وسط ناکجا آبادی، یه چرخی بزن دور و برت رو ببین. اونجا بهشت یه عده‌ایه. کی میری؟ بعد نهار پرواز دارم. به سودابا بگو برسونه از فرودگاه. تو نگران من نباش. ای کاش اینجا بودی فریبا. فکر کن که کنارت هستم. آخه من... الو؟ الو؟ الو ستار؟ الو؟ الو فریبا؟ الو ستار جان، منم مادره. سلام مادر، فکر کردم فریبا است، داشتم با اون حرف میزد. قد شد. عیب نداره، عیب نداره.
خوبی؟ خانه گرفتی؟ بله مادر، امروز قراره قراردادش رو امضا کنی. آه خوب هست؟ خوشت میاد؟ عالی، عین بهشت، همه چی داره، بهترین طبیعت، باورت میشه؟ کافی شاپ، فست فود، همه چی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چی شده؟ سرما خوردی؟ چیزی نیست. خب برو دکتر دیگه پسر جان. چشم. الو، 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 الو ستار جان. صدات نمیاد، بعدن تماس میگیرم. من صدای تو رو دارم. الو ست. سلام آقای مدیر. سلام. میگن آقای امیدوار اینجا خونه گرفته، درسته؟ بله آقا، بفرمایید. سلام استاد. سلام استاد. شمایی؟ ما داریم درس پس میدیم. استاد بچه ها تو جنگل عسل طبیعی پیدا کردن، یه شیشه برای شما گذاشتن. ممنون، ما رو عسلگیر نکن. این حرفا از شما بعید آقای کاکرودی. تعارف یه بنده مسلمان کرد نمی کنن که. برو اصل استاد بذار تو ماشین. چشم بابا جان. حالا اجازه میدی ردشین؟ بفرمایید. های کار نشتون خدمت هم میماندم. ممنون. دبیرستان خوابگاه. سلام قربان، بفرمایید. خوش اومدید. مزاحم نباشید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. یا الله، سلام علیکم. شما هم خیلی خوش اومدین. شما هم سر پذیرایی هم نیست. ظاهرا مثل خیلی هم سرما خوردین.
ببخشید من دیر متوجه شدم. 10 دقیقه پیش به من گزارش دادن. حالا نباید کار شما به اینجا و این خونه میکشید. جای مناسب تری هم بود. به نظرم جای بدی نیومد. دلیلی داره این حرفو میزنین؟ کاری که شده، بهتره دیگه حرفش هم نزنیم. اومدم خدمتتون که با هم بریم جلسه دبیرستان، همه منتظر شما، همه دبیران دبیرستان سخترونه و پسرونه تا رؤسای شوراهای روستاها. بعد از اون میبرمتون دکتر شما رو ببینه. ما اینجا فقط یه دکتر داریم که دست شفا بخشه، مردم بهش اعتماد و اعتقاد دارن، اونم دکتر عباسه. منتها بعضیا میگن آدم عجیبیه، ولی نظر من این نیست. من میگم فقط آدمه، منتها یه آدم افتاده و بی‌نیاز و صالح. چطور اینجا دوام آورده؟ عاشق اینجاست. 15-16 سال پیش به یک بار پیدا شد اینجا، همینجا موندی کار شد. بعد آدم جالبی باشه این دکتر. جالب فرمودین؟ دیوانه و شیداییه برای خودش. سلام علیکم. سلام ساسان. مهمونا رسیدن؟ بله آقا، رئیس همشه بردارش شوراها با یک تعداد از والدین بچه هم. خوبه، خوبه. سلام جناب کاکرودی، خوب هستی؟ سلام خانم سیاسنگی، حال شما چطوره؟ ممنون. سلام خانم سیاسنگی. سلام. خسته راه و آفتاب نباشین. سلام. سلام. ایشون جناب ستار امیدوار هستن، دبیر جدید ما. خانم منیر سیاسنگی، دبیر هنر و ادبیات. خیلی خوشبختم خانم. خوش آمدید. ایشالله آب و هوا اینجا براتون سازگار باشه. حال ابوالفضل چطوره؟ والا تعریفی نداره آقای کاکرودی. دعا کنیم براش. ما که دائما دعاگوییم، من حتما دیدنشون میام. شما همیشه به ما محبت دارید. گفت غیرت حق هست و هیچش چاره نیست، کودلی که از حکم حق صد پاره نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. با عزه خانم ها و آقایان جلسه رو آغاز میکنیم. میخواستم قبل از هر چیز از تلاش های صادقانه جناب آقای غریب نواز، ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه در جذب دبیران جدید تشکر کنم. با تلاش های صادقانه این بزرگوار بود که ما امروز افتخار آشنایی با جناب آقای امیدوار رو پیدا کردیم. هدف و آرزوی بنده کمک به دانش آموزان محروم این منطقه برای تحصیل در دانشگاه های کشور هست. این امر اتفاق نمی افته مگر اینکه خانواده ها همکاری ویژه و صمیمانه با ما داشته باشند. با شروع فصل بهار که فصل کار در مزرعه هم هست، خانواده ها بچه های خودشون رو از مدرسه می برند. عیبی ندارد. وقتی اینا به مدرسه برگشتند، کلاس اختصاصی میگذاریم و جبران میشود. خواهش بنده این است که دانش آموزان سال آخر رو برای کار در مزرعه نبرید، برای اینکه اینها باید در امتحان کنکور شرکت کنند و جبران درس برای اونها بسیار سخت استش. اگر سوالی هست بفرمایید. آقا ما مشکل خوابگاه داریم. روستای ما دور افتادن روستا نسبت به شهره. ما 4 تا دانش آموز دبیرستانی داریم که فقط به 2 تاشون خوابگاه دادن. روستای ما همین مشکل دارن، به جای دیگر هم مثل همین. بله، مسئولیت خوابگاه با جناب آقای پیلور هست. آقای پیلور بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه آقای رئیس. ببینید خانم و آقایان، اونایی که وضعیت مالیشون خوب نیست، خب بالاخره باید ترک تحصیل بکنه یا اینکه ما بهشون خوابگاه بدیم. اونایی که وضعیت مالیشون خوبه، خانواده هاشون میان داخل شهر براشون خانه میگیرن که مشکلشون حل میشه. ما که جا نداریم، بنابراین چون جا کم داریم، اتاق هم نمیتونیم، خوابگاه هم نمیتونیم برای اینا بالاخره ایجاد بکنیم. در ضمن خوابگاه دختران هم همین شرایط داره. مگه نه خانم عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه خانم پشت کوسرایی، مدیر محترم دبیرستان. بله آقای پیلور، البته ما از لحاظ متقاضی دانش آموز و دختر کمتریم، ولی از این جهت مشکلی نداریم، شکایتی هم نداریم، خدا رو شکر. ما میگم بچه های محله های نزدیک رفت آمد بکنن، جا را بدن به بچه های ما. الان هم همین حاجی، روستاهایی داریم که نیم ساعت با اینجا فاصله دارن، دانش آموزا رفت آمد میکنن. من هم همینجور بودم، انقدر بودم یک ساعت روستا با اینجا فاصله داشت رفت آمد میکردم. همون موقع هم میدونستم این رفت آمد و این پیاده روی باعث پیشرفت میشه. الان هم ریا نشه اگر به مقام مرتبه رسیدم، مال همون پیاده رفتن هاست. با این حال اگر مورد خاصی باشه، بله قابل بررسیه. آقای رئیس، مدارس ابتدایی ما سه تا تو محل تعطیل شدن متأسفانه. مردم ما هم سرگردونن، نمیدونن چیکار کنن. بچهای کوچیک هم نمیتونن پیاده روونه کنن تا شهر. سال پیش نزدیک بود چند تاشون تلف بشن. همه میدونن. پولم که باشه نمیشه که بچه کلاس اول ابتدایی رو براش تو شهر خونه گرفت. تا قبل از اینکه ماجرای تصادف آقا ابوالفضل پیش بیاد مشکلی نبود. بنده خدا تو سرما و گرما میومد به بچه‌ها درس میداد. ولی بعد از اون همه آواره شدن آقا، آواره. ما که روز و شب دعاگوی آقا ابوالفضل هستیم خانم سیاسنگی، باور بود. دعا میکنیم خدایا عاجزانه از تو میخواییم، عاجزانه از تو میخواییم که به این آقا ابوالفضل ما شفای عاجل عطا بفرما. آمین. ببین چی بگم ابوالفضل، من گذشته رو فراموش کردم، تو هم دست از من بکش. رفاقت من مرد با دست تو، تو کشتیش، به جشن منو کردی دشمن خونی خودت. هزار تا اتهام به من زدی، فکر نکن به گوش من نمیرسه. هر کی میاد عیادتت از من بد میگی. این همه سال گذشته، چرا دست از سر من بر نمیداری؟ من الان هیچکی نمیدونه من اومدم اینجا. میتونم خفت کنم از شر زبانت خلاص شم. فکر نمیکردم اینقدر دیوانه شده باشی. تو لیاقت اینو نداری که من از تو باید بگم. میدونی چند ساله اسم تو رو به زبان نیاوردم. پس چرا اینقدر از خونه تو برای علیه من حرف بیرون میاد اونم از زبان تو؟ شاید یه دو سلی تو رو ندارن از زبان من به تو باید بگن. من اگه بخوام به تو باید بگم به خودت میگم. فکر نکنی یه تیک گوش شدم اینجا افتادم الان از تو میترسم. نصیحتت میکنم که از این به بعد از من بترسی. یه موقعی من بودم و تو، الان دیگه نه تو تنهایی نه من، هم تو زن باشی داری هم من. مواظب زن بچت باش. از خونه من برو بیرون آشغال. تو کی هستی که بخوای منو بترسونی آخه؟ برو بیرون. جان تنها به سرم میسم قسم میخورم، اگر بخواد کلمی در مورد اومدن من به اینجا به منیر بگی، شبان خانه تا آتیش میزنم. این یه دست ناخستم فلج میکنم.
بنده به عنوان مدیر آموزش پرورش منطقه خدمت شما عرض کنم که تعطیلی مدارس دست ما نبوده و نیست، دست شما اهالی محترم روستاهاست. متاسفانه با مهاجرت فرزندان شما به شهرها جمعیت نسل جوان کم شده. علت تعطیلی مدارس نبود حداقل دانش آموز برای تشکیل یک کلاسه. نمیشه که ما توی روستا یک مدرسه را بیندازیم برای 8 دانش آموز. به نظر من برای فارغ التحصیلای ما توی محل خودشون اگر کاری ایجاد بشه خیلی بهتره. چه عیبی داره یکی که مهندسی کشاورزی یا دامپروری داره برگرده روستا کشاورزی و دامپروری صنعتی رو ایجاد کنه؟ اشکال داره؟ امکانات میخواد جناب کاکشودی. غیر از اون نظام تحصیل دانشگاه ما هم باید کاربردی بشه. متاسفانه دانشگاه ما هنوز نتونستن اون جایگاه اصلیشون رو پیدا کنن. واویلا واویلا حیف. آقای کاکرودی، مشکل توالت این مدرسه کی حل میشه؟ خنده نداره که آقا، باور کنید بچه های ما از بی توالتی همه چیچی بند شدن. مدرسه بی این بزرگی فقط 2 تا توالت داره. بله، فرمایش شما کاملا برای بنده قابل درک هستش. خدمت شما عرض کنم که ما 2 چشم توالت در دست برنامه داریم که بسازیم. علاوه بر این نقاشی دبیرستان و خوابگاه و خرید چند دستگاه کامپیوتر هم مد نظر هست. همه امید ما کمک خانواده ها هنگام ثبت نام بود که متاسفانه اون بودجه محقق نشد. البته جناب آقای غریب نواز التفات فرمودند بودجه 1 سال این مدرسه رو پیشاپیش دادند، ولی گمون نمی‌کنم امسال توالت و نقاشی رو بتونیم به سرانجام برسونیم. حالا خواهش ما اینه که در توالت دبیران رو باز بذارید. خب شدنی نی، یعنی دبیران برن تو صف بیستن، بعد وقتی زنگ میخوره چه کسی کلاس رو باید اداره کنه؟ نه، به بچه ها بگید دبیران اومدن راه رو باز کنن. جناب کاکرودی، بهتره که ختم جلسه رو اعلام بفرمایید، بنده یه قرار مهمی دارم. متشکرم از توجهتون، اطاله کلام نمی کنم، ختم جلسه رو اعلام می کنم. فقط خواهشم اینی که دبیرها و مدیران عزیز منتشف داشته باشن. باقی هم به خدای بزرگ می سپارم با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید، من تا دم در شما رو مشایعت می کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. بفرمایید. خیلی زحمت کشیدید. سپاس از شما. های کاکرودی جلسه بعد کی ان شاء الله؟ آخرین پنجشنبه هر ماه جلسه است، تماس می‌گیرم. ممنون. ببخشید. جلسه خوبی بود. استدام می‌خوام بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. خودتون ببخشید. آقا ساسان. آقا ساسان. هم بفرمایید قربان. وقتشه که بستنی رو بیاریم. بستنی مهمان منه. چه عجب، آقای کاکرودی از بودجه جاری مدرسه دارن بستنی میدن. آقای پیلور، عرض کردم مهمان من همین میبا، همون بستنی که میخواین میل کنید از حساب شخصی خودم، ربطی به بودجه مدرسه نداره. آخه با چه مناسبت؟ گفتن نداره، والا یه 405 ثبت نام کرده بودم، امروز زنگ زدن که 1 ماه دیگه بیا تحویلش بگی. به به، مبارکه. ما فکر کردیم این شیرینی به مناسبت آقای امیدواره. شیرینی ورود آقای امیدوار رو مدرسه ما باید بده. راستش ما معلم ریاضی و معلم زبان نداشتیم. آقای کاکرودی فرمودن که تو این موارد میتونیم از کمک شما استفاده کنیم. انشالله که ما نگاه شدم چشم. بفرمایید بستنی میل کنید. از همونجا تعارف کنید. بفرمایید. دست شما دارید. دست شما دارید. آقای سیگارودی، اون بستنی رو از دست آقای امیدوار بگیرید. من مثل پدر شما میمونم. تو این شرایطی که الان شما دارید سرفه میکنی، این بستنی حکم سم داره برای شما. همه ما سرما خوردیم در گذشته. تجربه هم داریم که بستنی نباید بخوریم، ولی عبرت نمیگیریم. همه تعریف تاریخ همینه. آقای سیگارودی همه چی رو به تاریخ گره میذاره. دوربین عکاسی هم که همراهتون هست، معلومه که به عکاسی علاقه مندین.
عکاسی و کلن هنر رو دوست دارم. دوران دانشگاه و مدرسه هم تئاتر کار میکردیم و عکس میگرفتیم. الان هم دیگه با اجازه خانم سیاه سنگی گاهی اوقات مینویسیم. اختیار داریم. انشالله از وجود شما استفاده کنیم. بچه های اهل کتاب و هنر خیلی داریم. آقای دکتر سالهاست باهاشون کار میکنن. دکتر؟ به اندازه فراخور حال مردم همه چی اینجا هست. مرکز بهداشت هم داریم، دکتر خصوصی هم داریم، کمین دکتر خودمونه. امکانات رفاهی دیگه هم داریم؟ امکانات رفاهی داریم، آب داریم، برق داریم، تلفن داریم، جاده آسفالته داریم. از اونجا شما تا اینجا اومدی یه متر تو جاده خاکی را رفتی؟ این امکانات دیگه. شکر خدا بالا سر مردم هم سقف برقراره. فکر میکنم همه چیز خوب ما اینجا داریم. هست دیگه ها؟ هم هست و هم نیست. نه ببین پسرم، هم هست و هم نیست یه جوری انگار یعنی نیست. شما برای من بگو برای یک زندگی ایدئال چه چیزی نیازی که ما نداریم؟ بفرما. مثلا امکانات تفریحی. بهترین امکان تفریح این هوای خوبی که ما اینجا داریم شما ملاحظه میکنید. اگه منظورت از امکان تفریح پارکه، اونم اتفاقا داریم. هر جای این سرزمین شما چشم بنداز، هر گوشش یه زیرانداز بندازی بشینی، بهترین پارک دنیاست. نیست مگه؟ چی دیگه؟ تازه اینم بهت بگم، سلام علیکم، سلام علیکم. اینم بهت بگم، تابستونا هر روز ما اینجا جشن داریم. چه جشنی؟ چه جشنی؟ جشن عروسی؟ اوه، نیستی ببینی. سه شبانه روز مردم اینجا میزنن، میکوبن به خاطر یه عروسی. حالا میبینی دیگه. شما خیالت پسرم راحت باشه، بهترین جای دنیا اومدی. شک نکن. دنبال علف های دارویی میگرده. همینجا باید باشه. دکتر. بله. به دکتر یونس. آقا معلم، ایشون دکتر یونس دکتر بدلی هستن. اینم مریضشونه. از آشنایتون خوشبختم. خیلی علاقه منده به تحصیل بودم، متا ما راه ندادیمشون. الان دستیار علفگردی دکترن. دکتر کجاست یونس؟ خوابیده. حالا میرم میارم. خیر ببینید. سلام دکتر، صحت خواب. سلام. برشته نه؟ آدم دلش میخواد جای گاوا باشه. مرسیدن نسیم خوابم برد. معلم جدیدمون آقای امیدوار. سلام. خوش وقتم. تب داری برادر من، خیلی هم تب داری. بیا جلو ببینم، بالا نگاه کن. اوضاع خرابه. امشب باید مهمان ما باشی. ممنون لطفتون. منظورم اینه که باید امشب بستری بشی. خودش که میگه چیزی نی دکتر. واقعا هم چیزی نیست. میشی. به شب نکشیده میشی. در این حده؟ بله. دیشب تا حالا شام چه خوردی؟ دیشب املت خوردم. کجا؟ حجت دارم درست کردم.
آخ گفتم آذوقه رو زود نخره، اونم تخم مرغ زود خریده دیگه. آقای کاکرودی همین تخم مرغ باید بریزین دور. خوبه بچه ها هنوز نیومدن. سلام منیر خانم، خوب هستین شما؟ لطف میکنین تشریف ببرین مطب؟ بله بله، یه بیمار داریم مسموم شده. دست شما درد نکنه. خداحافظ شما. حالا تعب نداری؟ دیشب تا حالا دو سه بار بالا آوردم. ولی الان سبکم. فکر کنم از سرماخوردگیه. اونم هست، با هم دیگه ترکیب شده، خطرناک شده. باید بجنبیم. خب، ایمانه برای چی میزنی؟ آقا مریض شده. نفر. مریضه که نمیزنن یونس. درمونش میکنن. باید داروی گیاهی بهش بدی. نزنش. تو هم برو خانه. بریم آقا. بفهم. بده خودم بخورم. نه به دستت فشار میاد. خودم گرفتمش. بخور. بیچاره از راه نرسیده مریض شد. دکتر میگه مسموم شده. جوانه؟ آره. 25-6 سالشه. تازه استخدامه. بخور. بسه دیگه نمیخورم. عبارف از نخوری ناراحت میشم. دکتر گفته روزی یه لیوان شیر باید بخوری. غذا که نمیخوری. نمیخواد. پاشو برو الان دکتر میاد. همه چی آماده کردم. بیاد صدا میزنه. بخور. خوب نیست صدات بکنه. خودت باشو برو زودتر. سلام آمد. سلام سلام. آمد سلام. حلیمه خانم که اذیت نکردیم؟ نه نشستیم براش گردی شکستیم. پس حسابی ازتون کار کردیم. رضا لیوان شیر بابا رو بگیر بخوره. من کارم تموم شد برمیگردم. ماما منم به خودت ببر. اینهاش. بفرما. تمام خونه ها مال من شد. بفرما نداره. باید اینو کامل کنی خونه مال تو بشه. من کاملش میکنم. خونه مال من شد. برو. آقا جان کارت داره. من الان نقطه بازیم تموم نشده. نه مدام جان. برو بین آقا جان چه کارت داره لازمه. برو. چشم. کاغذت محفوظ تا تو بیار. من به جاش باز میکنم. اینجا رو بازی کن. اونجا مال مرگمه. اینجا بازی کن. بلدی بازی رو؟ بیا. آها بفهم. کجا میری؟ آقا جان کارم داره. برو پیش بابات بمون. چش. چی شد خانم حالش چطوره؟ خدا رحم کرد. قضا سنگ شده بود تو معده‌اش. اگه هضم میشد معلوم نبود چه بلایی سرش بیاد. من برم از درمونگا دارو بیارم. بفرمایید. بنده خدا هنوز نیومده گرفتار شد. ای گردنت بشکنه حجت با این املت درست کردنت. کجا بودیم؟ مادر باش آقای بودی. مادر هم میگه فوش بده. گردن شکسته فوشه؟ بله فوشه. بابای من گردن شکسته دیگه. الهی قربونت برم. این گردن شکسته با اون گردن شکسته فرق داره. رفتی خونه عوض من بین دو ابروی باباتو ببوس. بیا خونه ما آقام هست. خیلی دلش گرفته. آخه خب تو یه کاری میکردی دلش باز شد دیگه. کردم. چی کار کردی؟ براش ترانه خوندم. باریکلا چی خوندی؟ بخونم. بخون. میرزا میرزا من یه جوونم که حرف داره یکم. بذار ببینم که صرف داره. بگم حرف فاسد میشه نمیشه تو کنسرت جمع کرد. صدای من را میشنوی از کنسرت جنگل؟ میرزا کجایی؟ چرا جنگل نمیری؟ پشت زباله ها میتونی سنگل بگیری؟ میرزا کجایی؟ ساکت. آقا مدیر گفت بخونم. محسن من بودم. خیلی خیلی معذرت میخوام. اصلا حواسم نبود که این بغل یه تابلو سکوت نصبه. تقصیر من بود. ببخش. آقای کاکرودی. آقای کاکرودی. جانم دکتر. چی شد؟ کام شد؟ فعلا. چرا فعلا؟ آقا ستار باید تحت نظر پیش من بمانه. فکر نکنم نیازی باشه. مونه خانم. سرم بیاره منزل من. اونجا بهش تزریق کنم. آقا بدنش کم شده. عجب. شما هم تشریف ببرید. آقا ستار پیش من میمانه. باشه. هر چی شما بگید. ولی اگه مشکلی بود زنگ بزنید. لطف داشت. من صبح اول وقت میام. خدا نگهدار. خدا.
دست بگیرش. زیاد محکم فشار نده که کبود نشه. فکر میکردم زن و بچه داری. این آمپولی که بهت زدم باعث میشه تخت بخوابی. یه دراز بکش. حوصله اینجا سر نمیره. یه دراز بکش، بعدا با هم حرف میزنیم. بلند شو آها، تا ته سر بکش. تلخ است ولی آرام بخش. یه حالی دارم میشم. اثرات آمپوله. چه بلایی داره سرم میاد؟ هیچی، هر دردی درمانی داره. نه هر دردی. اون که بله. مثلا چه دردی؟ Barlow.